طولانی ترین بازی تاریخ قهرمانی شطرنج جهان بازی که نشون میده چرا خیلی ها مگنس کارلسن رو پادشاه دنیای شطرنج و تاریخ شطرنج میدونن تک بازی که نتیجه قهرمانی جهان 2021 رو مشخص کرد و مقاومت نپای روس رو در هم شکست هشت ساعت بازی فقط و فقط سر یه بازی شطرنج همه اینها میتونن عنوان هایی برای این ویدیو و این بازی خارق العاده باشن در سال 2021 جایی که مگنس کارسن قهرمان پنج بار تاریخ شطرنج جهان این سال 2021 پنجمین بارش بود و طرف مدعی قهرمانی شطرنج جهان یان نپومینیاشی روز پنج بازی اول پنج تا تصاوی و انگار این رویارویی متوقف شده بود شور و هیجانی نداشت زندگی درش درش جریان نداشت درش درش ولی حالا بازی ششمه و مگنس کالسن اومده که خودی نشون بده نشون بده که چرا دارنده تاج و تخت قهرمانی شطرنج جهان این بازی رو میخوام توی چند تا سناریو براتون اجرا کنم از اولی شروع میکنیم مرحله شروع بازی مرحله شروع بازی و مگنس با حرکت پیاده وزیر آغاز میکنه 2855 ریتینگ کارسن در زمان این بازی و 2782 ریتینگ و درجه بینوملالی نپا در زمان این بازی بوده حرکت اصب 6 از سمت نپو و اسب وارد خونه افسه میشه آیا میخواد لندن بزنه چون کارسن اون روزها لندن میذاره، اما ده پنج رو با جسه جواب میده و نشون میده که نه گامبیا وزیر و نه لندن بلکه وارد کاتالان میشه کاتالان با ایشیش و فیل جدو فیل فیانکتو میشه میره در قطر بزرگ جا خوش میکنه فیلی هفت و قله قله معمولا اینجا سفید سه چار میکنه شاخهای اصلی کاتالان که سیاه میزنه و پر تئوریه یکی از بازی ها همین شد مگنس کارسن یه قربانی رو به قربانی پیاده رو به آقای نپا داد و بعدش بازی بعد از حرکات و لحظات جذابی که داشت به مساوی کشیده شد اما کارسن برای این بازی حرکت به رو بازی میکنه حرکتی که تا زمان این بازی کسی توی سطح بالا بازیش نمیکرد نپا میگه تو به مرکز نمیزنی من به مرکزت میزنم مرحله شروع بازی این بازی د در سه پنج از سمت کارسن فیل در سه پنج و سه چار میره که فشار رو به مرکز بیاره اما نپو میگه بده به ما و حالا حرکت وزیر سه دو پیاده رو آچمز فیل میکنه نمیتونی بزنی فیلو میزنم خب نپو میاد دفاع میکنه از فیلش و اینجا کارسن اصرار میکنه که داداش من میخوام یه پیاده به تو بدم و بزنش اینجا نکته ای که نمیزنه اینه که وقتی که سفید با اس پس بگیره جبران بسیار زیادی رو کسب میکنه البته که در سطح آماتوری چیز خاصی نیستش ولی سفید فرض کنید یه همچین وضعیتی پیش بیاد و بعد از اون گسترش مهره های سیاه خیلی سخت میشه فیل جدو رو نگاه کنید بعد این فیل به بدو یا به F4 میاد رخا به 1 و به د 1 و c میان و سفید هر لحظه بخوادم میتونه با آسه دوباره اذیت این فیل رو داشته باشه از به پنج میتونه بیاد و خیلی امکانات دیگه که سفید داره و نپا از اینها واهمه داره هیچ تو اصلا تدارک داره نپا برای این وضعیت اومده توی قهرمانی جان از سه شیش. و حرکت از سه شیش رو بازی میکنه هرچند نپو اینجا یه 15 20 دقیقه رو فکر میکنه شاید هم تدارک نداشته باشه چون ما نپو رو میشناسیم وقتی تدارک داره خیلی سری بازی میکنه وقتی هم تدارک نداره خیلی سری بازی میکنه از در سه چهار از کالسن و حرکت عجیب و به پنج از نپا حرکتی که انسانوار نیست انسانی نیستش چرا چون میگی آقا قطر بزرگ باز شد قطر بزرگ باز شد و هر لحظه احتمال داره آقای کارسن بتون از این قطر استفاده کنه کارسن اینجا به فکر طولانی رفت و حدودا بیش از 20 دقیقه رو سر این حرکت صرف کرد تا sp 5 بازی کنه فیشر هم نداره تا حرکت 60 این بازی فیشر نداره تا حرکت 40 دو ساعت وقت دارن از حرکت 40 30 دقیقه اضافه میشه تا 60 و از 60 تازه فیشر اضافه میشه شاید این کی به حرکت 60 حالا میرسه کی فیشر رو گرفته کی فیشر رو داده ولی تو این بازی میبینید که میرسه نفو هدفش این اسب چار بود و وزیر به دو از سمت کارلسن فیل به هفت نفو مشکلات شروع بازیش رو حل میکنه کارلسن آسر رو بازی میکنه میگه برو عقب میره عقب از درس میخواد مهره ها رو توی صفحه نگه داره همین کار رو هم میکنه و فیل ج پنج اینجا بالاخره گسترش رو تکمیل میکنه اما چیزی که در مرحله شروع بازی شاهدش بودیم کارلسن به هیچ چیزی نرسید این وضعیت ها سیاه توی کاتالان برسه خیلی خوشحاله و اوکی سیا اینجا کارسن میزنه در F6 شاید خیلی ها توقع داشتن که نپو با وزیر بزنه اما سبقه مگنس کارسن رو نپو بهتر از هر کس دیگه میدونه و میدونه که کارسن آخر بازی رو خیلی خوب بازی میکنه و به همین دلیل با ج میزنه و بازی رو یکم هم پیچیده میکنه خود نپو میگفت که من دوست داشتم این بازی اه... تلاش کنم برای برتری و چون میدونستم که به وضعیت خوبی رسیدم یک مشخصه که روخا باید در د و سه قرار بگیرن در این وضعیت و از د چار یک تلاش دیگر از نپو همه اینها برای من توی بخش اول این فیلم قرار داره سناریو اوله و از در د چهار فیل در د چهار وزیر آدو و جدو هم تعویز میشه وزیر به هفکیش و حالا بخش اول تموم شد تقریبا اینجا شروع بازی تموم میشه توی این بازی چون نپو و کارسن خیلی خوب بازی کردن کارسن به چیزی نرسید در شروع بازی وزیر آقای نپو تونست وارد خونه ایچار بشه یکم بعضی وقتا تو این وضعیت ها فیلا خوب نیست و اسب میتونه مهره بهتری باشه ولی اینجا از این خبرا نیستش کارسن وزیر رو به سه دو میاره با این حرکت نشون میده که من دیگه نمیخوام رخ تو رو در سه هشت ببینم و اگه اومدی میزنمت با وزیر سه دو میگه هر وقت رخ سه هشت بازی کنی من وارد آخر بازی و درخ به وزیر میشم نپو آ 5 رو بازی میکنه و رخ نپا 1 هفت رو بازی میکنه و حرکت رخ د دو حرکتی که کارلسن بازم بیش از 20 دقیقه زمان براش گذاشت شاید حرکت ایسه جالب تر بود اون زمان من یادمه که خیلی مثل آناند که داشتم بازی رو بررسی میکردم میگفتن آقای کارلسن ایسه رو بازی کن بعدش وزیر تو بذار ای دو یکم بهتری ولی کارلسن بعد از تفکر طولانی رخ د دو رو بازی کرد شاید فقط خودش بدونه که چرا رخ دو و چرا ایسه نه گفتشون حرکات خوبی هستن و اینجا نپو حرکت رخ 8 رو بازی میکنه و بازی رو وارد یک فاز دیگری میکنه میتونست اینجا حرکت به رو بازی کنه و بعد از این حرکت بازی رنگ و بوی کاملا مساوی داره دقت کنید اگر این رو بزنید فیل در افتو میخوری و بعدش وزیر در به اگر هم کسی بهتر باشه سیاهه ولی سفید مثلا میتونه چه می اصرار کنه به تعویز وزیرها و این تعویز صورت بگیره حالا با هر کدوم و سیاه مشکلی نداره در این وضعیت حالا سفیدم وزیر نکنه با سیاه اوکی اما نپو لاین به خصوص و شاخه به خصوصی رو میبینه خودش بعد از بازی میگفت من یه جاهایی احساس گناه میکردم که چرا رخصه هشت کردم ولی بعدا متوجه شدم که دلیل اصلی اونم نیستش و حالا وزیر ده پنج اینون حرکتیه که نپو مد نظر داشته از قبل و روی این حرکت خیلی حساب باز کرده چون پیاده بیس زیر زرب رخصه سه نمیتونه برگرده از پفچارم نداری چون فیلدرفتو میخوری و بعد از زدن وزیر در می میبازه سفید پس اینا رو نداره بازی کنه پس بچار یه جورایی اجباریه و حالا آ چارجانم جان پیاده ی آسه ضعیف فیل توی قطر بزرگ هر زمان میتونم وزیرامو بزارم به سه شاید بیام پیاده رو بگیرم و اگرم کسی برای برد بازی کنه منم و منم شانسایی دارم نه اینجوری نبود که بخواد دست و پا بسته بازی کنه و حالا حرکت از کارلسن و فیل به ای پنج اینجا امکان فیل به هم وجود داشت که بعد از رخ سه پنج اول البته و وزیر ده شیش رخ در به دو رخ در اینجا اتفاقی که میتونست بیفته این بود و در نهایت احتمالا بازی میتونست به این شیوه ادامه پیدا کنه مثلا آس رخ ها پنج وزیر در, در به چار هفت. در نهایت اتفاقی که میفته اینه که سفید این پیاده رو میگیره یعنی در نهایت پیاده حالا این یه روشش بود شاید روش خیلی جالبی هم من نگفتم و شاید اینجا سیا وزیر وزیر رو پیدا کنه شاید باید راه های بهتری رو برای سفید پیدا کنیم به جای این شاخه مثلا بعد از رخ در به پن وزیر به شاید رخ سه هفت آ سه رخ آ پنج آ دو رخ اینجا با اگه به این فرم برسه میتونه مساحی کنه ولی فرض کنید یه همچین وضعیتی و سفید پیاده رو بزنید این دو رخ به این وزیر در این وضعیت ها معمولا سفید میبره چون سیا این پیاده هاش هم به هم ریخته سفید اگه بتونه مثلا حالا یه زمانی بتونه رخش رو بذاره یه جایی حالا اینجا هر جا بذارم به مشکل میخورم ولی رخش رو توی عرض هفتم بتونه دوبل کنه بازی رو میبره به همین دلیل نپو خیلی به این فیل دو علاقه نشون میده و فیلی پنج رو بازی میکنه و حالا آقای کارسن حرکت اچ رو بازی میکنه دقت داشته باشید کارسن وقت کمتری رو نسبت به نپو داره نپو کلا بازی کنه سریعه ولی کارسن اینجا زمان زیاد سه دقیقه صرف میکنه سر حرکت اچ و بعد از حریفم شایشتو بازی میکنه خیلی دقیق بازی میکنه البته اینجا رو حرکت چار شایشتوش فوقلاده بود یه جورایی ما رو یاد حرکات کاسپاروف میدازه شایشتو اینا میکنه ولی اینجا پوزیسیونی حرکت چار یه جاهایی میتونه به نفع سفید باشه و یه جاهایی میتونه مثلا مثلا اگه الان فیل به دو بیاد رخ پنج اینا همین شاخه رو اگر در نظر داشته باشین در بعضی لاین ها سفید اگه بخواد بره سمت شاه سیاه وجود این پیاده برای توی اچار میتونه شاه سیار رو در شبکه ماتی بندازه توی نت بندازه شاهش رو خیلی وقتا این اچاری میتونه کمک کننده باشه خلاصه سیا میاد اچ رو بازی میکنه که نیاد و این اتفاقات نیفته ولی حالا خود پیاده اچ ضعیف میشه و کارلسن سه دقیقه دیگه زمان صرف میکنه و شاهش رو میذاره اچ 2 حالا چه استراتژی پشت این حرکات کارلسن هستش یکی اینکه احتمال داره بدونه که نپو بازیکن هیجانیه و توی تنگ زمان مثلا وسوسه بشه که اشتباهاتی رو انجام بده بخواد بزنه برای برد و کالسن بتونه ازش پیروزی کسب کنه چون تا این بازی کالسن موفق نشده بود و براش یه جورایی اصاب خورد کن بود حالا آقای نپو اینجا فیلو میذاره به دو وزیر به باز قوی تر بود ولی بازم میگم نمیخواست وارد این لاینا بشه مثلا بازم نگاه کنید وزیر به یه همچین شاخه ای رو و رخ مثلا سه اینجا رخ ده نه ببخشید سه شیش که نه سه هفت اینجا رو بزنه رخ ده هفت و اینجا چه اتفاقی اینجا میفته دقت کنید که سفید توی عرض هفتم میتونه خیلی شانس ها رو برای خودش ایجاد کنه و حالا وجود این پیاده توی چهار میبینیم که راه فرار رو از شاه حریف گرفته و سیا باید خیلی دقیق بازی کنه که البته بازم سخته به نظر من همین فیل به دو خود نپو خوبه رخ سه پنج و وزیر ده شیش. حالا اینجا جایی بود که همه داد میزدن آقای مگنس کارسن بیا رو خوب بذار سه دو کار تموم کن بازی رو ببر ولی همه فارغ از این که آقا رخ سه دو یه حرکت انجینی واقعا و انسانی نیستش ادامه ها انسانی نیستن سخت پیدا کردنشون بازیکن باید ببینه خود کارلسن بعد از بازی که بهش گفتن رخ سه دو دقتم کن که سه دقیقه به نه دقیقه هستش گفتن رخ سه دو گفت خب میزنه چی میشه بعد بهش گفتن بس چار یهو شوکه شد گفت خب اگه اینو بزنه چی رخ ده هفت و گفت آها الان میفهمم ولی خب اونجا من نمیتونستم این تصور رو داشته باشم که تموم جناه وزیرمون بدم و حالا داره اینا میان وزیر میشن که برم ماتش کنم ولی الان میفهمم که مات میشه اینجا سیا باید بره اف هشت و بعد از رخت هفت حالا داره میزنه در ای شیش وزیر رو بگیره شامیره اینجا و حالا رخ سه هفت این رخ بره سه هفت نمیبره البته این رخ بره سه هفت فیل در بچار مساوی بازی از درش پنج بازی مساوی بشه اف 7 بزنی خودت میبازی دیگه ولی یه بار دیگه برگردیم رخ سه دو اینجا از پف چار وزیر فش رخ ده هفت شاجه هفت این یکی رخ به سه هفت باید همه اینا رو حساب کنه و بعد حساب کنه کیش بعد میزنم کیش بعد شاجه 6 دوباره برمیگردم کیش و خیلی ادامه داره شاجه هفت رخ ده سه هفت رخ ب دو ببخشید سه هفت و سفید ظاهرا رخو میذاره ده هشت اینجا این رخه از اینجا وارد میشه خیلی شاخه عجیب غریبی داره میدونی چی میگم اینجا بازم رخ د د هفت این بار از اینجا وارد میشه و سفید ظاهرا این بازی رو میبره میگم شاخه های عجیب غریب دیگه ای هم هستش که الان من همشون یادم نمیاد چیزایی که بررسی میشدن در هر صورت رخ سه دو تقریبا بازی رو میبرد ولی کارلسن رخ د یک رو بازی میکنه با ایده استر به دو فیل در اجباری میکنه میزنه تو به 5 و وزیر د هفت این حرکتیه که کارلسن میگه ندیده بودم توی محاسباتم و همین حرکت باعث میشه که حالا سه دقیقه وقتم داره باید سریع هم بازی کنه رخ سه پنج نپا میتونه به چارو بزنه نمیزنه ای پنج بازی میکنه رخ به سه دو بر میگرده. میخواد فیر رو محدود کنه اینجا نپا میتونست به چهار رو بزنه که بازم نمیزنه دلیل نزدن نپو دو تا چیزه یکی این که میدونه کارسن در تنگ زمانه داره برو تنگ زمان کارسن کار میکنه و یکی این که از این شاخه خوشش نمیومد نپو رخ سه, سه یک حالا فیلو برداری از تری پنج یا اسپف چار از ترش پنج اینا احتمال داره بخوری ولی نکته باز اینجا وزیر فنج هم بازی مساوی بود البته دوستان دقت کنید وزیر فنج. ولی نپو اینجا دیگه برای مساوی بازی نمیکنه فیل آسه رخ آ مثلا یه همچین چیزی رو احتمالا دیده و گفته اوکی این بازی من با... طرفی نیستم که فشار بیام برای برد ولی حرکت وزیر جه رو اگه نپو میدید فوق بود و به همه چی میشه سالا فیلش رو دیگه میخواد برداره و فوق حرکت قوی بود مثلا فیل فشت و سی حالا نمیگم شانس برد داره ولی خب شانس برد داره واقعا ولی برنده بازی نیستش ولی ندید فیل در بچار وزیر ده پنج رو بازی کرد که یک کم رو زمان کارلسن کار کنه کارلسن سری رو خب دیده دو گذاشت وزیر میاد توی بسه هر دو بازیکن در تنگه زمان رو خواد و کارلسن فقط سی ثانیه وقت داره ولی با این حرکت میتونه خودش رو جمع وجور کنه ای چار. و نپو هم اینجا به 28 ثانیه وقت میرسه شاید باید فنج میکرد ولی کیه که بتونه پیدا کنه فنج اینجا ای چار از در سپم و وزیر در بیه چهار میشینه به رخ و حالا وقت کارلسن که حرکت پیدا کنه حرکت چهلوم بازی اگه اینجا حرکت درست رو پیدا میکرد شاید نپا هم اینجا بازی رو میباخت و اون حرکت رخ سه دو بود حرکتی که داره از در میزنه مثلا فرض کنید F5 از در و اینجا رخ سه, سه و این آخر بازی رو البته باید عرضه دوم رو خالی نکنیم رخ در و سفید خورد خورد میتونه این بازی رو ببره چون که این پیاده ها به هم ریختن البته شاید انجین نگه داره من نمیدونم اوضاع چیه ولی سفید برنده دستش. اما کالسن اینجا اشتباه میکنه و از تریچار میزنه حرکتی که قوی نیستش و نپو با وزیر بسه موفق میشه که فرار کنه البته من فکر کنم اشتباه گفتم بعد از حرکت چهلوم یک ساعت به زمان بازیکنان اضافه میشه من گفتم سی دقیقه یک ساعت ولی بدون فیشه پس زیاد بوده کارسن بند خدا حق داشته حالا این کشغوص ها تموم شد بازی به اینجا رسید و الان نوبت سناریوی بعدی این بازیه جایی که همه تلاتوم ها و اقیانوس آرام میشه دو بازیکن به یه وضعیتی میرسن وضعیتیه که خب از لحاظ انسانی سفید میتونه بازی کنه چون که سفید میتونه برای برد بازی کنه چون یکی این که شاه سیاه یکی ضعیفه و سفید یه امکاناتی رو داره و دو اینکه سفید مگنس کارلسنه وقتی مگنس کارلسن خودش یه برتریه با هر ای با هر رنگی بوده هر وضعیتی خودش شما میتونی برتری مگنس کارلسن داشته باشی در بازی این که مگنس کارلسن باشی یه برتری خودش توی بازی شطرنج و ایشون داره این برتری خلاصه رخصه دو فیل به عقب برمیگرده و حتی سیا موفق میشه که پیاده رو به آسه هم برسونه اما این کارلسنه که داره بازی رو طول میده و کشش میده اینجا کارلسن استراتژی که داره خودش هم بعدا بهش ازان کرد این بود که من میخواستم بازی رو طولانی تر کنم و امکانات اشتباه رو بیشتر کنم در بازی همون کاری که توی حرکات مابین بین 35 تا 40 انجام شد دو بازیکن تو تنگ زهران افتادن حالا میخواد از لحاظ انرژی هم نپو رو تحت فشار قرار بده بازی هر چقدر طولانی تر بشه دو بازیکن امکان اشتباه بیشتری دارن فیل به بچار میاد میبینید که کارلسن در حرکات آینده حتی رخاش رو به موقعیت غیر فعالی قرار میده برای اینکه فشاری روی پیاده آسه داشته باشه و میبینید که فیل به 6 میاد ولی نمیتونه بزنه چون دیدیم اگر هر زمان این ها صورت بگیره سفید خیلی احتمال بردش در آخر بازی دروخ به وزیر هستش نپو میاد داخل اسبیدو و اسب د میرسه شایش هفت و شایش دو و اینجا حرکت بد وزیری چار از آقای نپو اینجا نپو میتونه شایش شیش بازی کنه و ادامه بده همین تک... تکون دادن شاه رو در این دوتا خونه ادامه بده و حالا کارسن باید به دنبال طرح دیگری میرفت شاید فکر کنیم خب از سه دو میتونه بازی رو به مساوی برسونه اما اینطور نیستش یا هر لحظه میتونه فیلی پنج بازی کنه و نکته اینه که اگر با رخ بزنی تو آسه وزیر در سه دو میزنه و باید برگردی حتی اینجا هم بزنی خوب نیست یعنی اینم حتی سفید میتونه شانسایی رو داشته باشه هرچند خیلی زیاد نیستش ولی در هر صورت از سه دو رو میخواسته فیلی پنج کنه پس میتونه شاه رو تکون بده و منتظر باشه اما نپو اینجا وزیر رو میذاره ایچا... نه اینجوری که نه من شاید اینجوری بازی کنم وزیر رو میذاره ایچار و به کارلسن اجازه رخ در آسر میده و کارسن به اون چیزی که میخواست میرسه حالا اگه میتونی بزن چون اگه بزنی رخ و اصل دارم و یه پیاده و تا آخر این بازی شکنجت میدم بازی شکنجه کردن تو این بازی میخوام تا آخر دنیا باید بازی کنم این وضعیت رو و میخوام بدونم چه جوری میخوایم بازی رو مساوی کنیم در هر صورت آقای نپو تصمیم میگیره که این کارو نکنه و میزنه توی چهار و وزیر به چهار بر میگرده و کارلسن رخ رو به آچار میزنه حالا پیاده رو زد و امکاناتی رو برای خودش ایجاد کرد ولی هر زمان اگه بتونه چهار بازی کنه میتونه شاه کارلسن رو ضعیف کنه از به ایدو میاد میشینه به وزیر مواظب باشیم وزیر که تکون خور رخ میاد بالا و کارلسن اینجا با دقت بالایی داره بازی میکنه حرکت افسه حرکتی که یادمون زمانا کاروانا گفتش این حرکت حرکت بدون مسئولیتیه و مسئولیت پذیر نیستش این حرکت چون شاه رو ضعیف میکنه ولی به نظرم کاروانا خودش بعد از این بازی هم فهمید که کارلسن استراتژی های دیگه ای رو داشته f و فشار فشار شکنجه کردن حریف تا اون جایی که میتونه نپو فیل و وزیرش رو میندازه روی پیاده ای و حالا شاید این اون چیزی بود که کاروانا مند نظرش بود حالا سفید برای دفاع از پیاده ای باید رخش رو به اینجا ببره و تلاش کنه که این بازی رو ببره حرکت F5 مگ... نپو با وجود اینکه حرکت یکه یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه اینجا حتی توی بعضی شاخه ها من میدیدم که انجین میگفت آقا شاید تو بردار بیا تو F5 و حتی مثلا مقابل یه همچین حرکت نه اینجا که نمیشه ببخشید مثلا اگر یه جاهایی حتی شاجه 4 هم میگفت باور کنید نمیدونم مثلا رو خاصه هش میگفت شاجه چار یعنی همچین لاینایی رو هم میگفت لاینای عجیب غریب زیاد داشتیم بازی حتی شا مثلا رخ چی شاه بسیار بازی رو مساوی میکنه یعنی میتونه حتی اینجوری بازی کنه ولی فنج یکم کار رو سخت میکنه چون تنها برد هدف برد سفید تو این بازی اینه که بندازه با دوتا رخش بندازه رو یا پیاده اف هف یا رو پیاده اف 5 البته اسب میتونه ولی از بیشتر الان هدفش محافظت از شاهه رخ به 8 میره وزیر به ب میاد رخ به 8 میره و الان کارلسن دیگه میبینید داره طول میده بازی رو داره هی دنبال فرصت های میگرده میشینه به پیاده نپو میگه از این خبرها نیست بر میگرده نپو برمیگرده رخ گرفت عقب وزیر میاد پایین میگه خب اگه میخوای کیشینا بده من خونه اف رو برای شام خالی کردم کارسه میگه خیر نخواستیم نپو هم برمیگرده و دقت کنین که نمیتونن سه بار یه وضعیت توی شطرنج تکرار بشه بازی مساویه رخ به یک فیلا هفت و الان میفته دنبال فیل سیاه خودش آیه مگنس کارسن آیه فیل نداره که میفته دنبال فیله مردم ولی خب افتاده فیل سه پنج رخی پنج و وزیر دسه میشینه به این یکی رخ نپام داره خیلی خوب بازی میکنه وزیر سه دو و حالا رخ به پنج فشار زیاد میشه حالا نکته اینه که پیاده اف فنج. همون پیاده ای که از طریق اف شیش اومد اف فنج حالا گرفته میشه و رخ ها پنج میگه برا کنار بعد که اومد اینجا یه بار دیگه تکرار میکنه میبینید داره مثل کاپا بلانکای بزرگ هی تکرار و تکرار و تکرار میکنه تا اینجا میذاره توی اف فنج. و یهو کارسن وزیر رو میذاره دسه میگه خب اینو اینو میخوای چیکار کنی رخو بذاری پنج فیل دریسه ایسه میزنم بزنی رخ وزی در فنج میزنم رخو بذاری اینجا باز فیل دریسه میزنم باز با رخ بزنی وزی در فنج میزنم اما کارلسن میگه قربانی بعدی رو بگیر و از اینجا به بعد بازی وارد فاز دیگری میشه رخ و اسب و سه پیاده به وزی رو یه پیاده حالا مگنس کارلسن باز میخواد از این وضعیت از این بازی که انگار هیچی توش نیست آب گلالود نیست که بخواد ازش ماهی بگیره یا آب کاملا صاف و روانه ولی میخواد ازش ماهی بگیره آقای مگنس کارسن و وزیر ده پنج رخها شیشکی شای چفت رخ به آهفت آه بر میگرده و بازم میبینید که کارسن به دنبال اینه که یک ساختاری رو ایجاد کنه اول یکم تکرار میکنه به اسبش برای حمایت از شاه نیاز داره رخو بر میگرده و اینجا میذاره فعلا تنها هدفی که مگنس کارسه میتونه داشته باشه اینه که ایچار کنه ولی الان نمیذاره که ایچار رو بازی کنه یعنی به این ساختار که میرسه وزیر میاد بشیش و حالا رخ سه دو وزیر اینجا نمیذاره ایچار رو بازی کنه تا زمانی که بخواد این کارا رو بکنه و حالا رخ میره اینجا و رخ سه شیش دوباره کیش حال بر میگرده افسه کارسن خیلی تلاش کرد ولی خب نتونست اینجا کاری رو انجام بده در نتیجه تصمیم میگیره که دوباره و شانس می آورد که وضعیت سه بار تکرار نمیشد و در نتیجه تصمیم میگیره که اسبش رو به جی یک بذاره و و اسبش رو به ای دو بیاره به این ساختار برسونه و در این حالا ببینید بازی چقدر طولانی شده 109 حرکت اینم خدمتتون عرض کنم که طولانی ترین بازی قهرمانی شطرنج جهان قبل از این بازی 124 حرکت بوده که بازی کورشنوی کارپوفه که اون بازی هم بازی کاملا مساوی بود آخر بازی که یه بازیکن آماتور هم میتونه مساوی کنه خیلی طولش دادن و دلیل اصلی شانس برد و اینا نبود شاید میخواستن رو مخ را برن ولی خود کارسن مقابل آناند هم بازی بسیار طولانی رو داشت ولی این بازی میخواد رکورد بزنه وزیر به بیک میاد و بالاخره حرکت ایچار بازی میشه بیسی حرکتی بود که پیاده حرکت نکرده بود تعویضی هم نشده بود و حالا اگر قانون پنجا حرکت هم تو شطرنج داریم ای چار حالا آقای کارسن بالاخره از اون خلاص میشه و تکرار حرکت و پنجا حرکت و اینها رو از بین میبره ولی خب نپو این بازم میبینید داره یه بار تکرار میکنه یعنی میتونست برگرد آقای نپو هم این دیگه شده تکنیک کارلسن که هی یکی دو بار تکرار میکنه که چی که فشار بیاره به حریف هی hey, بازی طولانی تر طولانی تر بشه میدونیم که کارلسن خیلی بازیکن فیتیه خیلی از لحاظ استقامت بدنی بالا هستش و فشار رو روی حریفانش میاره معمولا هم این که میتونه توی مسابقات بلیتس و سری قهرمانی جهان اینقدر خوب نتیجه بگیره به خاطر این استقامتشه چون همه بازیکنان خسته میشن بعد از نمیدونم 7 دور بلیتس بازی کردن همه دیگه حوصلهشون سر میره اما کارلسن با استقامت ادامه میده این خیلی مهمه شایسه و اچار خب آقای نپو به این نتیجه میرسه که من باید این تعویض رو انجام بدم که از همه جهات از همه اطراف فقط از اینجا خیلی شاید نتونم حمله کنم از پشت از کنار از دو طرف میتونم بهش حمله کنم قطری ارزی همه جور ستونی باید به شاهش بتونم حمله کنم حالا فاز آخر بازی رخ و اسب و دو پیاده لشکر سفید باقی موندن با شاهش و سیاه هم شاه و وزیرش باقی موندن آیا اینها میتونن با حمایت همدیگه این وزیر رو شکست بدم باید ببینیم چی میشه سفید به شاهش هم نیاز داره که بیاد این هاش باید کنار همدیگه حرکت کنن وگرنه از دست خواهند رفت و وزیر حریف میگیردشون شاه میخواد خودش رو به اون ور برسونه و از جس کم کم میخواد وضعیت رو ارتقا بده یه عرض مهره ها میان بالاتر دو بازیکن زیر سه دقیقه وقت دارن ولی اینجا دیگه فیشر داریم از حرکت شستون گفتم فیشر داره و کسی وقتش نمیفته مگر اینکه دینگلیرن باشه البته دینگلیرن هم بدون فیشر وقتش افتاد دارم راجع به سه سال بعد از این مسابقه سفر در زمان کردم رفتم سه سال بعد از این مسابقه میدونم که دینگلیرن در قهرمانی شطرنج جهان شاید باور نکنید ولی دینگلیرن قهرمان جهان شده و وقتش هم افتاده در یه بازی مقابل یه نوجوان هندی که شما اسمش رو توی کامنت ها برامون می نویسین. وزیر به به هفت میاد رخ دو کارلسن کماکان اندر خم یه کوچه هستش و میخواد مهرهاش رو پیشرفت بده و حالا بالاخره موفق میشه حرکت 5 رو بازی کنه بازم به اون ساختار مناسبی که میخواست میرسه ببینید در آخر بازی ها وقتی کمتر از هفت مهره مونده باشه الان چند تا مهره است یک دو سه چهار پنج شیش هفت هفتا وقتی هفتا مهره میمونه هفتا هفتا ساره میمونه یه چیزی داریم توی شطرن به اسم تیبل بیس تیبل بیس. یعنی شطرن رو حل کردین تیبل بیس بهت میگه نتیجه چیه الان تیبل بیس میگه مساویه یعنی سیا در صورت حرکات درست بازی رو مساوی میکنه وزیر آدو کیش و شایش ولی اینجا همین تیبل بیسی که از انجین های قدرتمند گرفته شده ف... میگه فقط دو راه برای مساوی کردن این بازی هستش یکی اینکه وزیر بیاد به بی یک و یکی اینکه وزیر بیاد سه دو وزیر باید پشت باقی بمونه و مثلا وزیر سه دو رو خف شیش وزیر ده یک اینجا باقی بمونه که اگر شاه اومد اینجا اذیت کنه نزار شاه بره داخل اگر اومد اینجا باز کیش بده اگر رفت اینجا باز وزیر برگرده و نذاره که نفوذ کنی و اینجوری سیاه میتونست بازی رو مساوی کنه اما نپو هفت ساعت اینجا از زمان این بازی گذشته و هفت ساعت داره بازی میکنه در صحنه نبرد حاضر شده و اینجا مرتکب اشتباهه بزرگی میشه حتی اشتباهی که انجین چستاتکام نمیگه فورا بازنده استش ولی کاملا بازنده استش بعد از چهار اشتباه بعدی اس وارد پن میشه و میبینیم که پیشروی مهره ها داره صورت میگیره وزیر اینجا کیش نداریم چون که آچمزیم ولی اینو که داریم تو هم نمیتونی بزنی چون میزنم کیش و میگیرم وزیر تو وزیر به اینجا میاد و رو خف بازم نداری بزنید دقت کنید این یه تست آخر بازی پیاده هستش و شاجه پنج نکته اینه که سفید خونه تقابل رو میگیره و وارد خونه های پیاده رونده میشه آیا میدونید خونه موثر خانه های کلیدی در شطرنج چی هستن اگه میدونید یه انگلیسی اسمشون رو بنویسید یا یه چیزی انگلیسی برای من بنویسید ببینیم چند نفر بلدن اونا هم که بلد نیستن بگم بلد نیستیم خونه موثر چیه شاید بعدا یه ویدیو راجبش ساختیم اما رخ به F7 میشینه شاه اینجا و F5 میگه برو اینجا حالا وزیر میاد اینجا که میخواد کیش بده این زیر میرا ولی اسوارده ج 7 میشه و حالا اگه کیش بدی میام اینجا اگه کیش بدی میام اینجا اگه کیش بدی میام اینجا کیش بدی میام اینجا کیش بدی میام اینجا و دیگه کیشی نداری عزیز من و ای هفت داره میاد و بازی تموم میشه حتی میتونه بعضی جاها ای هفت هم نکنه مثلا وزیر رو بذاری اینجا حتی میتونه شاه هشت بازی کنه و وقتی کیش دادی حالا ای هفت کنه و اگه زد حالا با رخ بزنه و سفید این بازی رو میبرد به خاطر اینکه این پیاده رو وزیر میکنه و تمومه بازی که 136 حرکت به طول انجامید حتی آقای نپو میتونست یه 10 15 حرکت دیگه انجام بده و این بازی رو به 150 حرکت هم برسونه ولی دیگه شعور خودش رو نشون داد و دید که اینجا دیگه تسلیم شدن منطقی تره و آقای مگنس کارسن با دقت 95 ممیز دو بازی رو برد دقت نپو 93 درصد بوده تر 136 حرکت 93 درصد دقت داشته و باخته بازی رو آیا این ستم نیست این شطرنج در سطح بالا همینه این فشار باید انقدر وجود داشته باشه باید انقدر سخت باشه برای بازی کنن و گرنه اگه قرار شطرنج در سطح قهرمانی جهان راحت باشه و بیای راحت مساوی کنی و اینا که دیگه هیچی این خلاصه این بازی حدود سی دقیقه طول کشیده برای من و تازه فکر میکنم که نتونستم به خیلی از نکات این بازی برسم بازی که یه بار دیگه از اول بخوایم ببینیم کارلسن شروع بازی رو نتونست موفق نشد این ایده هم بگم که احتمالا از دوبوف بوده دوبوف بعدا فهمیدیم که توی تیم کارلسن بوده و خیلی از این ایده های عجیب غریب داره نپوش مرحله شروع بازی و مشکلاتش رو خیلی خوب رفع کرد و اینجا به وضعیت بهتری رسید کارلسن رفت یه پیاده دوبلی گرفت ولی نپو بازم خیلی خوب بازی کرد مرحله اول رو به خوبی رد کرد و اینجا شاید اگر برگردیم سراغ این بازی اینجا حرکت بچار خیلی از رخ هشت بهتر بود برای نپو چون بعد از اون مشکلاتی براش ایجاد شد ولی بازم برای اونم شانس ایجاد شد دیدیم که اینجا کارسن چار رو بازی کرد شاید میخواست حریف رو به اشتباه بندازه شایش توی کارسن فیل بردو و اینجا کارسن هم رخ دو برد کامپیوتری رو ندید و حتی بدتر شد اینجا اینجا نپو شانس رو پیدا میکرد با زدن فیل در بچار و تنها کسی بود که میتونست برای برد بازی کنه ولی اشتباه کرد و کارسن توی تنگ زمان خوب بازی کرد اینجا دیگه بهترین حرکت که رخ دو بود رو بازی نکرد و بازی باز هم یه بار دیگه فرم متعادلی به خودش گرفت تا اومد و اومد و نپو در لحظاتی با وزیری چار این اشتباه رو مرتکب شد شاید هیجان زده شد شاید میخواست ببره کارسن رو هر چی ولی رخ دراسه خورد و از اینجا به بعد کارسن سوار بر بازی شد تونست کم 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 خورد, خورد برونه گیر بده به مهره حریف تکرار کنه بازی رو و در نهایت با این تفاوت که داد و دو تا پیاده گرفت از کارسن تونست وارد این وضعیت جالب بشه که شانس های برد زیادی رو داره اینجا خیلی تکرار کرد خیلی مهرهها رو اینورونور کرد تا بالاخره فهمید که فرمیشن درست ساختار درست اینه که اسبش رو به ایدو برسونه و رخش رو به چهار تا بتونه ایچار رو بازی کنه بعدش نپو اومد این پیاده ها رو عوض کرد و بعدش این حمله دست جمعی پنج مهره سفید شاه رخ و دو پیاده و اسب با همدیگه اومدن بازی کردن و اینجا آخرین اشتباه که نپو وزیری شیش رو شاید به خاطر خستگی اینها انجام داد و وزیر به یک و وزیر سه دو رو بازی نکرد و پیش روی شاه سفید و اینجا پیاده ها همه با همدیگه متحد شده بودن که برای پادشاه دنیای شطرنج پیروزی رو به ارمغان مر... بیارن که این اتفاق هم افتاد و کارسه این بازی رو برد نتیجه این رویارویی بعد از این بازی به صورت عجیب غریبی عوض شد دو و نیم دو و نیم بود ولی بازی ها به دوازده بازی هم کشیده نشد و کارسن تونست هفت و نیم سه و نیم نپا رو واداره به تسلیم کنه فقط تونست دو تا مساوی دیگه بیاره بعد از این بازی سه تا باخت داد دو تا مساوی و مسابقات تموم شد کارسن برنده این رویارویی شد و فوق بود شما میتونید مقایسه کنید این بازی رو با بازی قهرمانی جهان الان به نظرتون خیلی فرق کرده یا نه ما داریم خیلی سخت میگیریم خیلی خوشحالم شما عزیزان اومدین یه ویدئوی بیش از سی دقیقه رو دیدین برای من خیلی معنا داره و من رو به من انرژی میده که بعدا ویدیوهای این درست کنم بازی هایی در تاریخ شطرنج قهرمانی های شطرنج جهان حمایت های شما چه به صورت لایک کامنت شیر سابسکرایب کردن برای ما خیلی ارزشمنده اونایی که میتونن از لحاظ مادی هم ما رو حمایت کنن توی توضیحات براتون گذاشتم خارج از کشور پیپل و خود یوتیوب داخل کشور از طریق شماره کارت و ریمیت میتونید ما رو حمایت کنید فارغ از همه اینها هدف این ویدیو و هدف کانال شطر لذت شطرنج اینه که شما از شطرنج و زندگی لذت ببرید